مقاومت ناپذیر. کالوینیسم سنتی میگه اجباری خلاف اراده فرد. مهم نیست فرد میخواد یا نمیخواد، اجباریه. کالوینیسم معتدل میگه به صورت ترغیبی ترغیب میکنیم، فضا آماده میکنیم، همسو و در توافق با اراده افراد. آرمینیالیسم همون ترغیبیش هم قبول داره، البته من ننوشتم، میگه بر مبنای اراده افراد، حالا همسو با اراده افراد، بر مبنای اراده افراد. یه ذره از ذره فلسفی ممکنه مغایرت چیزی داشته، سوزنی داشته باشه، ریز داشته باشه، خیلی مهم نیست، روش بحث نمی کنیم. اما مداومت بحث گسترده است که حالا با هم میخوایم ادامه بدیم، چون اختلاف اساسی اینجاست. مداومت یعنی چی؟ در ایمان چقدر میشه موند؟ آیا ایمان میشه؟ آیا ایمان میتونی از دست بدی؟ با شما صحبت میکردیم الان جاشه، نه؟ ایمان تونی میتونی از دست بدین؟ ها؟ نه میتونی، میشه یا نمیشه؟ نه حالا با شما میشه یا دست بدی یا نمیشه؟ میشه. چجوری میشه؟ حالا بحث میکنیم. این بحث الان ماست. خب این مداومت امنیت ابدی هم خوانده شده. اسم امنیت ابدی هم روش گذاشتن Eternal Security. آیا ایمان ها، آیا ایماندارا به طور ابدی امنیت دارند یا ندارند؟ آقا کالوینیستی میگه Once saved, always saved. یعنی یک بار که ایمان و نجات یافتی همیشه، برای همیشه است. همیشه نجات یافتی. بیایم یک مجبور هست که این البته توسط آدمونیستی کاملا رد میشه. یک بار نجات یافتی اما الزاما همیشه نجات نیافتی. بیایم یه جداولی دیگه مجبوریم بکشیم براتون که خوب جا بیاد. یعنی نجاتشون حفظ بشه. مسیح مرد برای اینکه همه داشته باشند. اینجا میگه خلاف اراده انسان، اینجا میگه همسو و در توافق با اراده انسان. خب این تفاوت این توست. یعنی طبق از نظر کالوینی ها اونوریا، طبق اعتراف نامه وستمینستر اینجوری میگه، در اعتراف نامه وستمینستر که یه اعتراف نامه کالوینی مهمه، میگه کسانی را که خدا در مسیح برگزید، خواند و تقدیس کرد، نمیتوانند سقوط کنند و از حالت فیض خارج شوند و قطعا تا به آخر مداومت خواهند داشت. هیچ، آره اون دیگه این جمله که میگم جز اعتراف نامه نیست، به این معنا که کالوینی ها میگن هیچ برگزیده ای در گناه نمیمیرند، چون خدا حفظش میکنه، نجاتش داده، حفظش میکنه که سقوط نکنه، که نمیکنه. دو تا لغت هست که شما باید این دو تا لغت رو بدونید. اینو نوشتید؟ دو تا لغت هست که خیلی در تعریف ما مهمه. من خواهش میکنم این یکی رو خوب دقت کنید. این دو تا لغت، یکیش اطمینان نجاته. میبینید سبز و یا مشکی کنم؟ نمیبینید؟ یکی اطمینان نجاته که بهش میگن اشورنس. این
بر روی زمینه. یعنی بر روی زمین اطمینان نجات به فرد داده میشه. همه شما مطمئنید که نجات یافته؟ مطمئنید نجات یافتید؟ این اطمینان نجات کارکردش روی زمینه. خب یکی دیگه هست به نام امنیت یا سکیوریتی. این در آسمانه، یعنی شما تا به آخر نجات تو حفظ کنید که مربوط به آسمان میشه. خب موضوع اینه که هر کدام از این ستا نگرش راجع به اینا چه دیدگاهی دارن. خب اینجوری میشه که کالوینیست ها میگن که آقا امنیت ابدی وجود داره، ما به شما امنیت میدیم اما اطمینان نمیدیم. یعنی چی؟ امنیت میدیم بهت اما اطمینان رو زمین، بهت اطمینان نمیدیم اما تو آسمان بهت امنیت میدیم. یعنی چی؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی تو که نجات یافتی اطمینان نجات نداری. تا روزی که با مسیح روبرو نشی نمیدونی نجات یافتی یا نه. خلاص معنیش اینه. باید وفادارانه زندگی کنی، وفادارانه بری جلو بدون اطمینان ها، و امیدوار باشی که نجات یافته ای. اگر ایمانداری سقوط کرد معنیش اینه که ایماندار نبوده، برگزیده نبوده که افتاده. اگه برگزیده باشه که نمیفته. بنابراین کالوینیزم میگه امنیت بله، اطمینان نه. اینو میگه. خدا رو شکر که ما بعضی از منابعمون یک کالوینیستی معتدل شده است. من نه سراغ آرمینیوسی رفتم، خیلی نه اون منابع این بحثمون حداقل اینا از دوستان کالوینیسم معتدل شده است. اما کالوینیسم معتدل چی میگه؟ درباره همین قضیه. مواظب باشی لغزش نخوری تا. تو رو خدا. من هیچ مسئولیتی برابر در مقابل مواظب باشی لغزش. کالوینیسم معتدل. همه تون الان میشین کالوینیسم معتدل. کالوینیسم معتدل میگه که هیچ برگزیده ای از دست نخواه. برگزیده به تعریف اوها، نه به تعریف کالوینیسم. برگزیده به تعریف کالوینیسم سنتی کسی است که ایمان آورده و برگزیده شده. یعنی مثل ما فکر میکنه کسانی که ایماندار هستن. هیچ برگزیده، یعنی کسی که ایمان آورده و نجات یافته، از دست نخواهد رفت حتی اگر در گناه بمیرد. که ما قبول نداریم اینو. چیه؟ سوال داری؟ چیه؟ حالا بذارید ما بگم اون یه آیه است. شما باید بگید تمام. اینه استدلال زیاده. ازه دارده نشین تو رو خود. حالا بذار. خب؟ حتی اگر ببین چی میگه، گوش کن، میگه حتی اگر بعضی از ایمانداران حقیقی، اما این کلمه حقیقی رو اینجا بنویسم چون نمیدونم یعنی چی. ایماندار حقیقی چه کسی است؟ سؤاله ها. حتی اگر بعضی از ایمانداران حقیقی تا به آخر وفادار نباشند، خدا نسبت به آنها وفادار خواهد بود. دوم تیموتائوس ها 2:13، زیرا او خود را انکار نمیتواند کرد.
بعد رو بد ما رو تو بد چالشی انداختی به خدا. امشب برای ما دعا کنید خوابون ببره، چون اگر بی وفا شوی او وفادار خواهد ماند، از آن رو که خیشتر را انکار نتواند. فقط یه آیه است البته، فقط که اونم قابل تفسیره. بنابراین کالوینیستای معتدل چی میگن؟ میگن هم امنیت هم نجات، هم اطمینان هم امنیت. یعنی شما در روی این زمین از نجات خود مطمئن خواهید بود و امنیت هم دارید. اینو میگن خلاص، دوتاش به شما عرضه میکنه. اما بیاییم کالوینیسم معتدل رو با آرمینیانیسم مقایسه کنیم در مورد همین امنیت. کالوینیست ها پس معتقد بودن که همه ایمانداران دارن امنیت، دارن همه، دارن همه ایمانداران دیگه امنیت دارن. آرمینیانیسم میگه همه، هیچ کدوم از ایماندارا امنیت ندارن. یعنی هیچ کدوم از ما که اینجا هستیم امنیت نداریم، اطمینان داریم. کالوینیسم معتدل میگه هیچ ایمانداری آن را از دست نخواهد داد. آرمینیانیسم میگه هر ایمانداری ممکن است اون را از دست بده نجاتش را. کالوینیسم معتدل میگه به وسیله اعمال از بین نمی رود. آرمینیانیسم میگه به وسیله اعمال از بین می رود، ممکن است بین برود. کالوینیسم معتدل میگه خدا اطمینان و امنیت میدهد. آرمینیانیسم میگه خدا فقط اطمینان میدهد. یعنی ما الان هممون مطمئنیم که نجات یافتیم، اما امنیت نداریم تا به آخر اگه نجاتمون رو حفظ نکنیم. خب این که به وسیله اعمال از بین میرود یا نه، من اینو اینجا مینویسم، اینو اینجا مینویسم اعمال، تا روش صحبت کنیم که ببینیم اعمال از بین برنده نجات چیه. درسته با اعمال از بین میره. بنابراین خلاصه کنم، کالوینیانیسم سنتی میگه امنیت فقط میدم، معتدلش میگه امنیت و اطمینان میدم، آرمینیانیسم میگه اطمینان میدم. بعضی از کالوینیزما میگن که آقا شاید بشود قبل از مرگ، یه ذره قبل از مرگ طرف اطمینان نجات پیدا کنه، بفهمه نجات یافته. بعد یه ایده از کالوینیست ها میان میگن فالس اشورنس. یعنی چی؟ فالس گریس یعنی اطمینان کاذب و فیض کاذب. میگه تو دچار توهم ممکنه شده باشه. برای حتی اونم رد میکنم، میگن تا لحظه مرگم تا ببینی متوجه نمیشی. البته کالوینیسم معتدل میگه چون ایمان آوردی ایمان در قلبت کاشته شده و دیگه در نمیاد به این آسونی، بنابراین نجات از دست نمیدی. آرمینیانیسم میگه نه، یه ایماندار میتونه راه خطا بره و در چنین وضعیتی ممکن است نهایتاً از بین بره ایمانش. لغت انگلیسی می رو به کار میبرن ها، ممکن است. یک بحثی جدی و بسیار درستی به نظر من در این لحظه هیچ کدوم نیستم فعلا، بعد موضع خودم هم میگم، موضوع کلیسا رو منظورم میگم، یک بحث بسیار درستی برد روبرت میکنن کالوی آرمینیانیسی ها، اونم اینه میگه که ایمان یک فرایند پیش رونده در طول زندگیه، چیزی نیست که تو یه بار آوردی
بیلیف داشتی و دیگه تموم شد. باید در طول زندگیت باهات بیاد. و حتی بعضیا میگن انجیل یوحنا 3:16 رو میشه اینجوری ترجمه کرد. حالا من یوحنا 3:16 رو براتون با ترجمه آرمنیوسیش بخونم. آرمنیوسی شده. نه اینکه کسی جایی ترجمه کرده باشه ها. آرمنیوسی شده شو میخونم. میگه زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد. خوب دقت کنید. زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که ها ایمان آورد. نه میگه تا هر که ایمان به او را ادامه دهد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. میگه اون که میگه هر که به او ایمان آورد، این ایمانه در طول تمام تاریخ زندگیشه، نه فقط برای یه روز ایمان آورده. دقت کنید آقای، خیلی مهمه. میگه نه تنها زانو زدی مثل من اینجا زانو زدم گفتم خداوند ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خداست و و و و و یه چیز کردم تموم شد، ایمان آوردم تموم شد. نه خیر، ایمان تمام، اون ایمان در تمام طول زندگیم بایستی ادامه بدهم تا نجات بیابم. آرمنیسی اینه میگه. روشنه؟ تونستم بگم چجوریه این ایمان؟ حالا این تموم شد. خب روشنه. کالوینی میگه امنیت ابدی داری؟ اگر نداشتی معلومه که برگزیده نبودی، رفتی روبرو شدی با مسیح، روبرو نشدی، گناه کردی، سقوط کردی، افتادی. اینا نشون میده که برگزیده نبودی.